توی باشگاه شهید کامران، یه همون بولینگ ابروی سابق، اونجا شروع کردیم از نظر آقای طاعتی. از اونجا وارد شدیم دیگه، از اون موقع قطع نشد. من اولین بار که یارم ثبت نام کردم 9 سالم بود، تا تو کنم 39 سالگی هم بازی کردم دیگه، 31 سال هم بازی کردیم. بعد از اونجا خب وارد تیم مثلا نونوالان تهران شدم، نوجوانان تهران شدم، تیم چکادو داشتیم، بعد تیم شد الکترا، بعد شد ایران نارا که اینا ردهای پایه است. اولین تیم مثلا حرفه‌ای هم مثلا 17 سالگی تیم سنام بازی کردم که اصلا موقعم تیم ملی بود اصلا انتخاب شدم و تا پارسال در خدمتتون بودم. ما تیم جوانانی که رفتیم بازیامون مالزی بود، خیلی ناکام بودیم، یعنی تقریبا مثل همین تیم‌های جوانانی که اتفاقی براش افتاد. ما تیم مثلا توی 8 هم نرفت، در صورتی که من خودم فکر می‌کنم حداقل اون تیم بعد توی 4 تا نهایی، یعنی بعد در بدترین حالات بعد سوم میشد. حالا خب یه مربی کوبایی داشتیم که اینم یه قرارداد فکر کنم کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش با کمیته ملی المپیک وزارت ورزش کوبا داشت. اون موقع یه سری مربی‌ها رو اونا می‌دادن مبادله، مثلا کالا به کالا می‌کردن، نمی‌دونم ایران چی می‌داد اونا مربی می‌گرفتن. واقعا شاید می‌خندین ولی جدا همینطوری بود واقعا، که یادم میاد مثلا یه 7 8 تا مربی کوبایی بودن تو رشته‌های مختلف. ایشون فکر کنم مربی دو میدانی بود که مثلا مأمور شده بودن توی فدراسیون بسکتبال. یادمه که فکر کنم ایشون قبل از اینکه سرمربی ما بشن مربی بدنسازی تیم ملی بزرگسالان بودن. حالا توی اون حالا چیز دیلای بود که کرده بودن، ایشون شدن سرمربی تیم جوانان. ما یک سال قبلش با آقای سعید فتی کار میکردیم، چون آقای فتی هم تیم جوانان داشتن هم امید داشتن، گفتن بعد یه دونه رو انتخاب کنه. ایشون رفتن با تیم امید و تیم جوانان شد آقای خورخه کابررا بود فکر میکنم اسمش. فکر میکنم سن دیگه 19 20 سالگی، 18 19 سالگی من دیگه تقریبا فیکس هم شده بودم. آیدین دعوت میشد، من انتخاب میشدم و آیدین خط میخورد. بله، واسه فیکس شدن بازی کردن تیم ملی. بله. به نظرت این دلیلش بود ولی بعدا یعنی خیلی حالا اگر سوی تفاهم نشیم گفتن آیدین حتی شاید سطح و لولش خیلی بالاتر از مثلا هم سمت. نه اصلا اینطوری نبود. نه اینطوری واقعا نبود، ولی من شما قطع نه برادر من هم واقعا ما میگفتم تو خب جوانتر بودیم کسی که گوش نمیکرد. 100% به شما میگم که از همون روزی که من انتخاب شدم آیدین هم حقش بود که انتخاب شد. اصلا با من مقایسه نکنین، چون ما تقریبا پستامون جفتمون دو سه بود، ولی اصلا مدل بازی اون یه چیزی بود که من نمیتونستم اون کار بکنم. کاری هم که من میکردم آیدین نمیتونست بکنه. حالا یه مربی شاید بازی اون رو دوست داشته، مربی بازی من، نمیتونم بگم من از اون بهتر بودم، از من بهتر بودم، ولی قطعا 100% اونم حقش بود که انتخابش به تیم ملی کمک میکرد، واقعا کمک میکرد اگه یعنی اجازه رو میدادن. فکر کنم واقعا مثلا حالت اینطوری بود که از یه خانواده نمیشه دو نفر رو دعوت کنیم. حالا مثلا بگیم صمد یه ذره حالا مثلا قوی تره، صمد بیاد، حالا آیدین دوتاشون انتخاب نکنیم اشکال نداره. حالا قطعا از دیگه فوروارده دیگه، البته اونا هم بازیکنهای خوبی بودن، ولی خب آیدین حتما جاش تو 12 نفر بود در روزی که من بودم، واقعا بود. استاد این مقداری زانوشتان ناراحت بود یادمه، ولی خب چیز خیلی خاصی که خب ما خیلی برادر تقریبا یک سال و نیم فاصله داشتیم، خیلی به هم دیگه نزدیک بودیم اینا، ولی خب یه رقابت ریز پنهانی هم بود که خیلی هم به من کمک میکرد هم به اون کمک میکرد برای پیشرفته. چیز خیلی خاصی که بخوام بهتون بگم چیز هر همش خاصه برای مرشد، برای مردم خیلی عادی بشه، همش برای من خاصه. میگم فقط من الان خب خیلی سال گذشته از این داستان، بالاخره همه یاد میگیرن که چجوری زندگی کنم با همه سختی. من این خصوصیت به نظر من انسانه که با همه جور شرایط سخت میتونه کنار بیاد، یه قدرت درونی که خدا به ما داده و واقعا انسان چیز عجیبیه. من خودم اصلا فکر نمیکردم بتونم واقعا ادامه بدم اینا، چون خیلی برای من سنگین بود، ولی خب حالا تونستم. الان چیزی که سالها گذشته میشه راجعش بیشتر صحبت کنم، من به نظرم خیلی حیف شد، یعنی اگه بود حتما شما اصلا توی بسکتبال ایران اصلا بهتون میگم تفاوت‌های دیگه رو میدیدید و اتفاقی خیلی بهتری میافتاد واقعا واقعا. ولی خب متاسفانه اتفاق افتاد، دلم خواست حداقل اگرم این اتفاق براشون میافتاد، دلم خواست مثلا حتی بعضی وقتا میگم شاید خودخواهی مسخره به نظر، ولی میگفتم شاید کاش که مثلا 3 4 سال دیگه حتی اصلا تصرف میکرد، حداقل 3 4 سال تلاش و زحمتی که در واقع کرده بود تو این چند سال که به اونجا رسید اصلا ثمرهشو بیشتر میدید. خودش یه ذره اون چون خیلی لذت بخش قهرمانی و نمیدونم کس و سهمیه المپیک و جام جهانی و ما جوانای دهه 60 حالا همه هر کسی راجع دهه خودش چیزای منفی داره، ولی خب ما به نظرم توی برهه بودیم که اصلا خیلی چیزها رو ندیدیم و خودمون همه چیز رو به دست آوردیم. دلم خواست که اون سختی ها رو حداقل کشیده بود یه ذره اون لذتش هم احساس میکردی، ولی خب نشد متاسفم. حالا شده که واسه خودت حسرتی باشه که مثلا با آیدی توی المپیک بازی؟ همیشه، اصلا همیشه،
نه اون که اصلا همیشه از گفتم بهتون مثلا یه چیزایی هست که دیگه آدم اصلا باش یاد میگیره که زندگی کنه. حتما همیشه هر روز من حتی مثلا روزی که دیگه نخواستم بازی کنم من برام همینطوری بود. اصلا دیگه فکر نمی‌کنم بازی کردم. اصلا انقدرش دورم الان که خودم فکر می‌کنم مثلا 10 قرن دیگه بود که بازی می‌کردم. اصلا تحملش واقعا ندارم. یعنی علاوه روحی روانی نمی‌تونم خودم آماده کنم برای صبح تمرین، ظهر تمرین، بعد از ظهر تمرین. یه سری پلن‌های دیگه دارم. فکر می‌کنم الان چند دفعه قبلم گفتم. حالا من همیشه آدمی بودم که پلان میذاشتم، پلان حداقل بلند مدت برای برنامه بلند مدت برای خودم میذاشتم. ولی یه موقع بازی کردنم بخش بزرگی بود، هدف بود. از یه موقع شروع شد به کم 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 شدن، اونم به خاطر شرایط خیلی مختلفی بود. شاید میتونستم هنوز واقعا بهتون میگم اگه بازی میکردم، شرایطی که الان میبینم یه دو سه سال دیگه شاید حداقل میتونستم راحت بازی کنم. ولی یه سری برنامه دارم که فکر کنم اونا مهمتره، به خاطر همین باید همیشه آدم یه چیزی رو فدای یه چیزای دیگه بکنه برای به دست آوردن چیزای دیگه. من فعلا درس میخونم، در کنارش هر جا که فکر کنم مثمر صبر باشم اون کار رو انجام میدم. حالا الان فعلا دارم سعی میکنم یه مقدار توی سیستم مدیریتی کمک بکنم به خاطر که دورم. بحثی شده بود که مثلا هر کاری آقای داوری میکنه مثلا اون نسل ما دارن این کار میکنه، که اینجوری نیست. ایشون خود شخصا تصمیم گیرنده نه، اصلا خودشون هم جواب گوان، یعنی فکر کنم کارنامه‌ش رو باید به اسم خودش بنویسن. ولی نه، ایشون حتما با آقای مشروع مشورت میکنه، با من مشورت میکنه، از من کمک بخواد من حتما با جنوز انجام میدم. هیچ ناراحتی نیست. اتفاقا جز نکات خیلی خیلی مثبت آقای داوری اینه که بسیار انتقاد پذیره. یعنی شما هر رئیس فدراسیون دیگه بود انقدر بهش حمله میکردین، شما اصلا ازشون واکنش دیدید؟ واقعا دیدین؟ گفتن آقای رامین طباطبایی تو فدراسیون مثلا اون شرایطی فراهم نکرده که تیم ملی منسجم باشه یا اتفاقا من واقعیتش رو بخوام به شما بگم، شروع این داستانا همش از فدراسیون آقای مشهون اتفاقا، اصلا با آقای طباطبایی خیلی مربوط. اونجا که آقای مشهون دیگه سال آقای مشهون دوره 4 دوره فکر کنم رئیس بودن، من میتونم تقسیم کنم دوره اول عالی، دوره دوم خیلی خوب، دوره سوم متوسط، دوره چهارم افتضاح. یعنی افتضاح، یعنی یه اتفاقی افتاد که شما یک نفر از آدمایی که یار غار آقای مشهون بودن، هر روز با ایشون بودن، دیگه تو فدراسیون آخر دیگه اصلا تحمل نمی‌کردن آقای مشهون. آقای مشهون فکر کنم به یه قدرتی رسید مثل دیکتاتورا، دیدین که همیشه خودشون رو بکنن، همه دوست و رفیقاش نکنه، همین اتفاق براش افتاد. از اون موقع شروع شد، یعنی از اون موقع به خاطر حالا اون سیاسی بازیاشون کاری که داشتن میکردن یه سری تصمیمات غلطی گرفتن که به آینده فکر نکنه و این اتفاق افتاد. یعنی نسل الان حالا نمیدونم، کلی هم نباید گفت، یه سری خودخواهی ها وجود داره تیم ملی که قبلا اینجوری نبود. قبلا به کسی باج نمیدن. یعنی من خود منی که 10 سال کاپیتان تیم ملی بودم، اگه پا رو فراتر از گلیم میذاشتم خیلی راحت منو کنار میذاشتم و من میدونستم که اتفاق هست. الان نه، الان دیگه ترس توی مدیرای ما وجود داره برای تصمیم گیری و فکر آیندن. کار درست خیلی وقتا انجام نمیدن، چشم پوشانی میکنن، سعی میکنن که در پوش بزنن. من نمیپسندم، من نمیکنم این کارو. خیلی وقت مثلا وقتی از یه بازیکن یه مربی یه حرکت افتضاحی رو انجام میده، بعد در پوشانی میکنن، بعد یه مقدار که آروم هم طرفو میذارن کنار، طرف میره مثلا مصاحبه میکنه، دسته هوچگری هم میکنه. من اگه باشم کل پرونده رو میذارم توی مطبوعات، کل پرونده رو میذارم توی مطبوعات، مردم قضاوت کنن. شاید اصلا حتی من ندونم که بعد چه رفتاری انجام بدم، ولی اصلا من تو تخیلاتم همچین چیزی نمیگنجه. اصلا اتفاقایی که میفته و اصلا هیچی همون شده سای این کار فردا همه میان و تازه بعد یه مصاحبه میکنم برای که میخوان لاپوشون های کار میکنن که اونا خنده دار میشه دیگه. من نمیکردم این کار، حالا برام خیلی مهم نیست. فکر کنم برای همینم من شخص توی ایران مدیر موفق نمیشم، چون من نه از کسی واقعا چی میگم مشورت تحمیلی میپذیرم، نه از کسی سفارش میپذیرم، نه کار غلط سیاسی نمیکنم. پس من هیچ وقت فکر نکنم. قبول دارید الان بعضی بازیکن‌ها تو تیم ملی گرفتن از خودشون، مثلا با این صحبت کردید 100% همینطوری. یعنی من قبول دارم، یعنی چی دیگه هستن بازیکنایی که مثلا برنامه شما اینا قول خودت بنویس و قول من همه دارم میبینن دیگه. من می‌خوام اینو ازت بپرسم، من می‌خوام ببینم که اگر خودت اگه مدیر فدراسیون بودی یک ثانیه اتفاق نمی‌افتاد. کسی رو می‌ذاشتی کنار دیگه؟ یک ثانیه همه رو می‌ذاشتم، همه رو. من اگه جایی باشم یک ثانیه همچی تحمله میکنم بریم به همه بازی رو ببازیم. زوم نمایی باب نیست، نون داره توش تو ایران، واقعا بهتون میگم نون داره دیگه. شما الان بری پیش هر شما هر کسی هر جای کار میکنه، بری پیش رئیس شروع کنه گریه ناله کنه یه چیزی بگیره،
ولی هیچ کسی مثلا نمیاد بگه آقا من این کارو کردم، مثلا این شیرینی رو به بهترین نحو ممکن تولید کردم، حالا من پاداش. هیچ کسی این کارو نمیکنه. ما دنبال اونیم. من برای خودم واقعا خیلی خیلی از مردم ممنونم، چون واقعا هر جا هر کسی که میشناسه واقعا کمک میکنه بدون هیچ چشتاشی همه جا. یعنی هر کسی که بسکتبال میشناسه ما منو میشناسه، حالا اصلا اون تو چه شهرستانی چه شهری، واقعا همه هم ارادت دارن، هم خیلی برای من لذت بخشه از همه چی بیشتر. یعنی از هر پاداش گرفته و نگرفته ای که ما از مسئولین گرفتیم، من واقعا میگم اون اصلا یه لذت دیگه داره. حتی اگه مثلا بگم شما تو یه صف نون یه دونه نون به من زودتر میدن با احترام، این برای من از همه چی واقعا ارزشش بیشتره. مثلا یه تایمی منو به عنوان بازیکن مثلا جوانگرایی، مثلا بازیکن نسل قدیم رو گذاشتن کنار، بعد جای منو مثلا 31 ساله بازیکن 29 ساله رو برای اولین بار در تیم ملی انتخاب کردن. بابا بازیکن 31 2 ساله اصلا اوج بازی کردنش اصلا حرفا نیست. برای شما اگه میخواد جوانگرایی کنه اشکال نداره، اونم منطق داره. برای شما بازیکن 31 ساله رو بذار کنار، بازیکن 22 ساله رو بیار که 8 سال فرق داره. بازیکن 29 ساله برای اولین بار اصلا تو اردو تو عمرش نیومده بود انتخاب شد و خیلی خنده داره اینا. شما یه مربی بیارین ببین که صمد اومد تو دفتر تو اتاق تو گفت فلان بازیکن رو انتخاب کنه، اگه یه دونه شما پیدا کردی من تا آخر عمرم میگه اصلا تو سالن بسکتبال پامو نمیذارم. ماشون اومدن سر بازی با عراق علنا تیم دانشگاه آزاد بازون دادن به خاطر مشکلی که داشت مثلا با آقای مثلا هاشمی. خب من باش برخورد که من با من مشکلی نداشت، من بهش گفتم که آقا شما اومدی اینجا دیدی چه اتفاقی افتاد هیچ برخوردی نکردی. ایشون هم ناراحت شد که من چرا جلو جمع گفتم، منو گذاشت کنار کلا. بعد دیگه رفتم تو فاز جوانگرایی اینها، بنده خدا بارمن آوردن خونم که خارجی هم بنده پولن، واقعا بنده پولن. من هم واقعا مصاحبه کردم میگفتم اینو، الان شما یک نفر تو ایران پیدا کنید که آقای بارمن جواب ایمیلشو بده، یه نفر شما پیدا کنید که ایمیل بزنه آقای بارمن جوابشو بده، امکان نداره. فقط پولشو میخواست بگیره، بعد یه قرارداد ترکمنچای 4 ساله بس حق فصل با خودش، اومد اینجا 6 ماه کار که پولشو گیره. به محضی که اولین آفر من اصلا رفت دیگه نیومد ایران. بعد مثلا ایشون مثلا دلش بالا بسکتبال ما میسوزه، اصلا اینجوری است که حالا من با آقای داوری بقیه مدیرانم میگم، یعنی آدم خارجی ما باید بیاریم اینجا ازش استفاده بکنیم. قطعا اون فقط دنبال پولشه، نه ایران براش مهمه، نه من و شما براش مهمیم، نه هیچی. بله عملکرد تیمش مهمه، برای که اگه تیم خوب نتیجه بگیره حتما هم ایران پول بیشتری میگیره، یه آفر بهتری میگیره، حتما اینجوریه. ولی دلش برای بسکتبال ایران نسوخته که مثلا بیاد شب تا صبح نمیدونم با این بدبختی‌ها با این مشکلات ما بزنی کنه، اصلا اینطوری نیست. حالا بعضی ها دیگه بازی میکردن با این داستان که آقای بارمن خواست اینجوری کنه اونجوری کنه، ایشون هم ما رو مثلا گذاشت کنار به دستور آقای مشون. یه ما برشه قراره 4 ساله و اسمای مطمئنی به دستور مشون بود؟ 100% چیز دیگه نبود. چون ما آقا من بارمن. ببینین من 2 ماه قبلش تو بازی های آسیایی بهترین پست 3 آسیا شدم، 2 ماه قبل بهترین پست 3 آسیا که عکسش هم هست دیگه شما ببینید. آخه تیمم سوم شد، حامد بهترین 5 شد، من بهترین 3 شدم، حالا یه چینی ها نمیدونم دو تا بازیکن دیگه هم بودن. شما مثلا بهترین 3 آسیا رو میذاری کنار، مثلا 2 ماه بعد چه اتفاقی افتاد؟ برو نفر 12 تیم تو بذار کنار، جمع بهترین بازیکن آسیا رو که نمیذاری کنار که مسخره است دیگه. نه اینا هیچ واقعا همطوری بود، واقعا مهمم نیست. منم هیچ وقت مصاحبه نکردم تا آقای رضا مشهور رفت تو بازی و مسخره بازی در واقع به قول من، ایشون یه مصاحبه کرد گفتش که اینا خودشون نخواستن، چون مطبوعات فشار میدن که آقا چرا گفت اینا مصاحبه، خب نگو، بگو من دلم خواسته مدیرم این تصمیمو گرفتم. ایشون یه مصاحبه کرد که ما با صمدینا صحبت کردیم، اینا خودشون خواستن که دیگه تیم ملی نیاد. من گفتم اصلا همچی حرفی نیست، من خیلیام دلم میخواد بیاد، همیشه هم دلم خواسته بیاد، اصلا این حرفا نیست. من بعضی از انتخاباشون رو نمیپسندم، من نمیکردم بعضی از ببینید رئیس فدراسیون که خودش که نمیتونه همه کار بکنه دیگه، از خرید مثلا گوشت مرغ مثلا غذای اردو تا مثلا انتخاب سرمربی، ایشون باید سیاست گذاری بکنه. به چه نحوی؟ با انتخاب افراد توی مثلا پوزیشن های مختلف دیگه، که بعد اونا این کارو بکنن. من همیشه به آقای داوری و به همه مدیران توصیه میکنم آدمایی رو بیارن تو مجموعهتون که ولیوی برای مجموعهتون داشته باشن، یه چیزی اضافه کنن، نه اینکه از مجموعه شما استفاده کنن برای خودشون رو بزرگ کردن، که بارها اتفاق توی بسکتبال مثلا افتاده. یعنی آدم برای تو بسکتبال 2 ماه 2 سال بوده بعد رفته پناهنده شده. ما یه مقدار هم خارجی پسندیم واقعا هستیم. من الان خودم تقریبا به شما بگم واقعا با اینکه ایرانم زندگی نمی کنم، هیچ لباسی من اونجا نمی خرم. هیچ، تمام لباسایی که ما یا مال خودمون یا دوستان خودم در داخل ایران تولید میکنم میپوشم. بدون بربرگش میتونید ببینید کمد منو ببینید، یا بیام بهتون رسیده کردیت کارت هم بدم، یه دونم نمیخرم.
برای اینکه میبینم همین کیفیت با قیمت 10 برابر باید بخرم، هم از تولید داخلی حمایت میکنم، هم واقعا بعضی از کالاش خوبه، همه نه ها، همینجوری. من مثلا دخترم خب خیلی بهترین سالهای بچگیش که مثلا با پدرش لذت بره من نبودم، حالا یا چین بودم یا تو اردو بودم یا مسابقه بودم اینا. یکی از دلایل اصلی هم که دیگه نمیخوام بازی کنم واقعا اونه که میخوام الان نظر بیشتر کنار اون باشم، واقعا اونم چون ایران نیست و اونجا جا برش برای درس بخونه اینها، ترجیح دارم که دیگه بازی نکنم اونجا باشم دیگه. ورزش همیشه کوچه خلوت بوده دیگه، هر مدیری که تاریخ مصرفش میگذره یه تیمی بهش میدن و دو سه سال اونجا هست و بنده خدا بازش هستی میشه، همیشه اینجوری بوده، نمیشه توقع داشت واقعا دیگه. اون اصلا سیاسی یه کار واقعا سختی حرفه. من به نظرم هر جا شما دیدین مدیر ورزشی که هر جا بوده کار ورزشی میکرده موفق بوده، اصلا تا حالا دیدید؟ یعنی همین آقای دبیر الان خیلی هم زاویه میگیرم بهشه، ولی خب مثلا حرفی که میزنه آقا نگاه نکنید کی داره چی میگه، فقط حرفو گوش کنید بدونه که تیت داشته باشه که عریضه دبیر اینو گفت. من حرف غلط میزنه، واقعا حرف درست میزنه دیگه. مثلا داشت دیروز هرس میخورد که یکی بهش گیر داد که چرا رفتی مثلا ون پول دادی خریدی برای ورزش، خب یعنی چی؟ خب همه باید اینجوری باشن، مگه میشه نباشن؟ حالا اون تونسته کرده به جای که من دست درد نکنه مثلا میکوبنش، حالا کار دارم مثلا لباسش، خب اونا کاری نشه، مدیر ورزشی با کار ورزشی بکنه، مدیر سیاسی با کار سیاسی بکنه. خیلی روش غیرت اونطوری ندارم، ولی اونم هر کسی شماره 4 نمیپوشه آخرش برگه عمرش شلوغ باشه، چه مال ما هم که شلوغ بود دیگه، حالا مال برگه هم برام شلوغ باشه اشکال نداره. تریپ همه جا ببین ترنوور زیاد اتفاقا بازیکن چه بازیکن ترنوور زیاد میتونه که توپ دستش زیاده میتونه کار مختلف بکنه دیگه. حالا یه روزی روزش نیست میشه 6 تا 7 تا ترنوور، ولی خب یه مثلا 24 5 3 امتیازی هم باشه و یه 7 8 تا اسیست و نمیدونم 7 8 تا ریش پر باشه دیگه.